سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم تو کمترین زمان ممکن و با سرعت خیلی خیلی بالاتر از نرم افزارای هوش مصنوعی که تا الان باهاش کار میکردی یه زیرنویس برای ویدیو درست کنی با کمترین خطا و حتی اونو به زبانهای دیگه هم ترجمه کنی تا افراد دیگه هم بتونن اونو ببینن و آمار ویدیوها بالاتر بره. پس اگه دوست داری با این قابلیت خیلی فوق‌العاده که یوتیوب جدیداً اضافه کرده آشنا بشی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. جدیداً یه قابلیت مهم و کلیدی که خیلی از یوتیوبرام دنبالش هستن و شاید تا قبل از این خیلی براش هزینه میکردن و یوتیوب اضافه کرده که مخصوص ما فارسی زبان هاست و اونم زیرنویس کردن ویدیوامون به زبان فارسیه. دیگه نیاز به هیچ سایت یا نرم افزار جانبی نداریم و با استفاده از این ابزاری که یوتیوب در اختیار ما قرار میده میتونیم ویدیوامون رو با دقت خیلی خیلی بالا و با سرعت خیلی خوبی زیرنویس براش درست کنیم، حتی اونو به زبانهای دیگه هم میتونیم ترجمه کنیم و میتونیم برای ویدیوهای دیگه تون هم که خارج از یوتیوب هست این کار رو انجام بدین و حتی یک کسب درآمدی هم داشته باشین. فقط یه نکته ای که باید دقت کنین اینه که این کارا رو ما فقط روی نسخه دسکتاپ و کامپیوتر فعلا میتونیم انجام بدیم و اگه میخوای با موبایلت این کار رو انجام بدی همونطور که قبلا گفتم بعد از قسمت تنظیماتشون رو روی قسمت دسکتاپ سایت قرار بدی و بعد بری توی سایت یوتیوب و این کاری که من میگم رو انجام بدی. پس ما الان از نسخه دسکتاپ یا کامپیوتر استفاده میکنیم و خیلی سریع بریم استارت کار رو با هم دیگه بزنیم. خب وقتی وارد یوتیوبتون شدین کافیه روی این عکستون کلیک کنین و وارد یوتیوب استودیو بشین. بعدش از منوهای سمت چپ من روی کانتنت کلیک میکنم تا ویدیوهامون رو به هم نشون بده. کافیه یکی از ویدیوهامون رو انتخاب کنیم. مثلا من میرم روی این ویدیو و این علامت مداد که دیتیل هست و میزنم. اینجا ما دو تا ساب تایتل داریم، یکی سمت راستمون هست و یکی تو منوی سمت چپ هست و بهتر از این منوی سمت چپمون استفاده کنیم. وقتی وارد ساب تایتلز میشیم اینجا دو تا مورد رو بهمون نشون میده، یکیشو که زده پابلیش هست و به صورت اتوماتیک اونو برامون درست کرده که در حقیقت هم پابلیش نیست و اونو خودمون باید پابلیش کنیم و برای این کارم کافیه بریم روی این قسمت و روی این مدادی که هست کلیک کنیم و بعد روی کانتینیو بزنیم. همونطور که می‌بینید اینجا با سرعت خیلی بالایی زیرنویس‌ها رو به ما نشون میده. یه نکته ای هم من بهتون بگم، این ابزاری که جدیداً یوتیوب اضافه کرده به نظر من بهترین ابزاری هست که تا الان میتونه صوت فارسی رو به زیرنویس تبدیل کنه و من یه نرم افزار دیگه هم اگه یادتون باشه بهتون معرفی کرده بودم به نام سابتایتل ادیت که از هوش مصنوعی ویسپر و وسک استفاده میکرد، ولی به نظر من قابل مقایسه با این ابزار یوتیوب نیستش. این ابزار یوتیوب هم سرعت خیلی بالاتری داره، دیگه اون زمانی که صرف میکردیم و نداریم تقریبا و با یک کلیک اونو برامون کامل نشون میده و هم دقت به نظر من خیلی خیلی بالاتری داره و تا 95% این زیرنویسا رو برای ما به صورت درست تایپ میکنه. اما بعد خودمونم چک کنیم، بالاخره هوش مصنوعی هست و ممکنه یه ایرادایی هم داشته باشه، مخصوصا روی نقطه گذاری که توی این زیرنویسی که به ما تحویل میده هیچ نقطه گذاری نداره و اگه ما میخواییم اونو به زبانهای دیگه هم تبدیل کنیم حتما بعد این نقطه گذاری ها رو درست کنیم تا بهتر بتونه به زبانهای دیگه اونو ترجمه کنه. شما الان از قسمت سمت چپ به راحتی میتونید متناتون رو ادیت کنین، کافیه مثلا اینجا کلیک کنین و کلمه‌ای که اشتباه تایپ شده رو درستش کنین، یا اینکه مثلا من این متنمون رو کات میکنم اگه اینجا اضافه بود میتونین به راحتی از این سطل آشغالی که هست اون متنمون رو پاک کنیم، یا اینکه روی این به علاوه بزنیم و اینجا یه سطری اضافه شه و اون متنی که جا انداخته رو اضافه کنیم. از قسمت پایینم میتونیم طول مدت زمان ساب تایتلمون رو تغییر بدیم. مثلا من میتونم اینجا برم و این ساب تایتلمون رو بگیرم و یه مقدار طولش رو بیشتر کنم، یکی هم مثلا بیشتر میکنم، یا حالا بر اساس اون تایم و حرف زدنی که دارین اینا رو کم و زیاد کنین. از این قسمت مثبت و منفی هم میتونین اینجا رو بزرگتر و کوچیکتر کنین تا بهتر ببینین، و این قسمت پایینم که حالت ویوای صداتون هست تا اینکه بهتر بتونین ساب تایتل‌ها رو باهاش ست کنین. و فقط حواستون باشه تا ادیتتون کامل نشده روی این دکمه پابلیش نزنین، چون به محض اینکه روی این دکمه بزنین زیرنویستون پابلیش میشه و اگه کامل ادیتتون انجام نشده روی این سیو درافت بزنین تا بعداً هم بتونین ادیتتون رو کامل کنین. من مثلا روی این سیو درافت میزنم و
بله همونطور که میبینید زیرنویسم به صورت درافت اینجا ذخیره شده، میتونم مجدد برم ادیتش کنم و وقتی که کامل کار ادیتتون رو انجام دادین روی دکمه پابلیش میزنین تا زیرنویستون آپلود بشه. از این قسمت هم به راحتی میتونیم روی این سه نقطه بزنیم اونو احیانا دانلودش کنیم با این پسفندایی که داره. ما با پسفند CRT کار میکردیم، با اون برنامه ساب تایتل ادیتو میتونین حتی اینجا ساب تایتلتون رو دانلود کنین و ببرین با برنامه ساب تایتل ادیتمون رو ادیتش کنین. من روی ویدیومون کلیک میکنم تا ببینیم با هم دیگه به چه صورتی در اومد. سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. جدیدن سامسونگ برای گوشی جدیدش آپدیت وانیای 6.1 معرفی کرده که طبق آخرین اخباری هم که داده برای خیلی دیگر گوشی‌هایی که از سال 2021 به بعد تولید شده می‌خواد آپدیت. بسیار عالی. مثلا من میرم یکم جلوتر با فیس بک‌گراندی که داره بک‌گراند کارمونم پاک کنم و یه رنگی داخلش می‌ریزه و حالا می‌تونیم اینجا رنگایی هم که هست و به راحتی خودمون تغییر بدیم و میبینیم که حالا میتونیم یه مقداری هم ادیتش کنیم و به راحتی این زیرنویس رو برامون اینجا قرار داد. اگه من روی این چرخنده یا ستینگی که هست بزنم، الان توی قسمت ساب تایتلامون همونطور که میبینین زبان فارسی یا پرشین اضافه شده و تا افراد دیگه هم الان میتونن اونو اوتو ترنسلیت کنن و شما هم خودتون میتونین اوتو ترنسلیت رو انجام بدین و زبانهای دیگه هم اینجا قرار بدین. برای اینکه این کارم انجام بدین، من میرم دوباره توی قسمت ساب تایتلمون و اگه اینجا روی اد لنگویج من کلیک کنم، اینجا میبینیم که زبونهای مختلف دنیا رو داره به همون نشون میده. تعداد خیلی بالای زبون هست. مثلا من روی انگلیسی اگه کلیک کنم، اینجا میتونم روی این مدادی که هست بزنم و الان همونطور که میبینید اینجا گزینه اوتو ترنسلیت رو برای من قرار داده و کافیه روش کلیک کنم و اینجا میبینیم که به راحتی اونو به زبان انگلیسی برای ما به سرعت ترجمه کرد. این بالا همونطور که میبینیم فارسیشو نوشته و اگه احیانا نیاز به ادیت داشت مجدد شما میتونید اینجا ادیتاتون رو انجام بدین و بعد از اینکه ادیتتون رو انجام دادین کافیه روی پابلیش بزنین تا زبان انگلیسی هم به ویدیوتون اضافه بشه. اگه مجدد الان من برم داخل ویدیومون و اونو ریفرشش کنم، قشنگی به کارمون داده. اینجا میتونم رنگ استوب میکنم ویدیومون و از قسمت ستینگ اگه الان برم میبینیم که اینجا دوتا ساب تایتل داریم، یکی به زبان فارسی و یکی به زبان انگلیسی. حالا من ویدیومون رو پلی میکنم و میبینیم که داره به زبان انگلیسی هم براحتی برای ما این ویدیو رو ترجمه میکنه. رنگش هم براحتی عوض کنم، هر رنگی که دوست داشتم رو انتخاب کنم و حتی میتونم اینجا با فیز و به راحتی شما میتونید زبونهای دیگر هم از این قسمت اد لنگویجتون اضافه کنین و ویدیوتون رو به هر زبونی که خواستین به راحتی ترجمه کنین. مثلا میتونین روی عربیک بزنین یا به زبانهای دیگه ای که فکر میکنین مخاطب دارین میتونین اونو ترجمه کنین. همونطور که دیدین الان دیگه شما میتونین روی همه ویدیوهاتون به سرعت و به دقت خیلی بالایی زیرنویس بزنین، حتی برای ویدیوهایی که خارج از یوتیوب هم از شما با استفاده از این روش میتونین این کارو انجام بدین. کافیه اون ویدیوتون رو آپلود کنین. البته اگه کپی رایت داره بهتون پیشنهاد میکنم حتما با یه جیمیل دیگه و با یه کانال دیگه این کارو انجام بدین تا کانال اصلیتون احیانا مشکلی نخوره و به راحتی میتونین از اون قسمت دانلود فایل زیرنویستون رو دانلود کنین و ازش توی پریمیر یا هر جای دیگه که خواستین استفاده کنین. من سعی کردم این ویدیومون خیلی طولانی نشه. همه مواردی که راجع به زیرنویس و این قابلیت جدید و فوق‌العاده یوتیوب بود و بهت گفتم، پس حتما برو این قابلیت جدید رو روی ویدیوهات فعال کن. اینجوری جامعه آماریت بیشتر میشه، مثل افراد کم شنوا مثلا میتونن ویدیوتو ببینن یا افراد دیگه به زبانهای دیگه هم حتی میتونن ویدیوتو ببینن و یوتیوب هم ویدیوتو به افراد بیشتری پیشنهاد میکنه. اگر از این ویدیوی منم خوشت اومده حتما کانال منو سابسکرایب کن، ویدیوی منو لایک کن و زنگوله کنارش هم بزن تا ویدیوهای بعدیمو از دست ندی. اگه دوست داری و دوستی داری که فکر می‌کنی این ویدیوی منم براش مفید میتونه باشه، حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیومونو دیگه طولانیش نمی‌کنم تا ویدیوهای بعدیمو. خدا نگهدار.